برنامه نانگل و سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با امیلیا اریکسن، عضو سازمان اومانیستای سوئد، در رابطه با حقوق مجزای کودکان از مذهب پدر مادرشون. در ضمن در رابطه با بازداشت نازنین زکاری در ایران، در مورد داعش و حملاتش در عراق، یک پیام ویدیویی از یک مادر سوریه‌ای در رابطه با بچه‌هاش به دولت انگلیس، یه فتوای احمقانه علیه شکلک‌های اینترنتی و یک جشن عروسی در زندان در ایران برای یک مادر بهایی. حتما پای این برنامه‌مون بشینید، با ما باشید. در هفته که گذشت حتما بینندگان عزیز با خبرن از دستگیری نازنین زکاری رادکلیف. ایشون با دختر 22 ماهش گابریلا آمده بود به ایران که مادر پدرش رو ببینه و اونجا وقتی داشت یه ماه پیش حدوده بیشتر از یه ماه پیش داشتن خارج می شدن از ایران، توی فرودگاه ایشون رو بازداشت کردن، گذاشتنشون تو انفرادی، دسترسی به وکیل نداشته، بچهش رو ندیده. الان فقط چند روز پیش گذاشتن مادر پدر و دخترش رو برای چند ساعت در وقت نهار ببینن. اونم تحت فشار افکار عمومی بین‌المللی، پتیشن که گذاشتن بیشتر از چند صد هزار نفر امضا کردن و یه دریچه یا یه لحظه باز کرده که مردم دنیا ببینن که تو زندان‌های جمهوری اسلامی چه اتفاق میفته، چطور یه نفر آدم بیگناه رو میگیرن، بچه‌ش ازش جدا میکنن. احساس کنین که بچه 22 ماهه این که همش با پدر و مادرش بوده یه ازش جدا کردن. جمهوری اسلامی پاسپورت بچه 22 ماهه رو گرفته و تهدیدش کردن که به خاطر مسائل امنیتی. خیلی واقعا اسفناکه. و اینکه شوهرش الان انگلیسه و ایشون تومار رو شروع کرده و خیلی یه پیام داده بود به کسایی که امضا کردن که واقعا مورد دلگرمیشه که انقدر افراد توجه کردن و تشکر کرده از اون کسانی که امضا کردن، به خاطر اینکه گفته که حتما تاثیر داشته در اینکه تونستن بالاخره نازنین تونسته دخترش رو برای چند ساعت ببینه. و خب این یادآور همین کیسیه که الان تو دادگاه‌های آمریکا هست، امیر حکمتی که اول بهش حکم اعدام داده بودن، بعد 10 سال زندان بهش داده بودن و بعد از 4 سال زندانی به خاطر این گروگان عوض کردن، زندانی عوض کردن، آزادش کردن، الان تو آمریکاست و ایشون الان جمهوری اسلامی داره میبره دادگاه در به خاطر شکنجه‌هایی که در این 4 سال دیده که واقعا اسفناکه. و خب ما همه خبر داریم از چه اتفاقاتی. مردم ایران خبر دارن که جمهوری اسلامی چه حکومت واقعا شکنجه‌گر وحشیه، ولی برای مردم دنیا اینو ببینن خیلی اهمیت داره. البته شاید زیاد برای اینا مهم نباشه، بخاطر اینکه دو تا از اعضای پارلمان تو ایران گفتن ایشون مثل که خیلی از مهمان نوازی ایران چرا ناراحته، باید خیلی هم خوشحال باشه که اونقدر اسمو مهمان نوازی کرده. سوء استفاده کرده از مهمان نوازیشون و اینکه اون بعد امیر حکمتیه که باید عذرخواهی کنه برای اینکه شکنجه شده، مثل اینکه بعد عذرخواهی هم بکنه. دنیای وارانه اسلامی های در حکومت واقعا وقتی میبینیم اینا واقعا چه جونورایی هستن، زندگی آدم ها رو چقدر سیاه میکنن. یکی رفته، امیر حکمتی هم رفته بود که مادر بزرگش رو ببینه، نازنین هم رفته بود مادر پدرش رو ببینه، حتما دخترش رو ببره پیش مامان باباش که اونام ببیننش. الان با این نمیدونم یه چیزای امنیتی و اینا همش بی خود، همش دروردن مثل یه مافیای، واقعا یه مافیای که دست به گروگانگیری میزنه. مهم نیست، از این جنایات مسلح هستن توی دریا گروگان میگیرن و واقعا اینا همونان اومدن توی حکومت همون کارو دارن ادامه میدن. وحشی هستن اینا. و خب مثلا حرف این اصلاح طلبان جمهوری اسلامی رو میشنویم، واقعا میبینیم که همینه که هست، واقعا چندانی فرق نمیکنن از اونایی که محافظه کارن. و وقتی نگاه میکنیم ماهیتاً چه فرقی میکنن از داعش و غیره. الان توی عراق هم میبینیم که داعش یه نوع دیگه از این جریانات اسلامیه که در یک روز نزدیک 100 نفر رو کشته توی بغداد و افتخار هم کرده از اینکه این کارو کرده تو مسجد و تو
بازار و تو مرکز مناطق سنی مناطق شیعه براشون فرق نمیکنه، فقط آدم بکشن راضی هم. دقیقا همون کاری رو که توی اروپا میکنن توی فرانسه کردن، توی بلژیک میکنن، توی بنگلادش هم میکشن، تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، تمام این جهات اسلامی که جوهرشون شیوه دست به قدرت بردنشون، حفظ خودشون فقط با ترور و کشتن دیگرانه. به این خاطر آدم باید ابراز همدردی با همونطوری که با مردم پاریس، مردم بروکسل هست، باید به همون مقدار با مردم عراق و مردم سوریه که بیشتر دارن مورد این تهاجم این اسلامی قرار میگیرن، چون تحت خیلی هاشون تحت حکومت این حکومت ها دارن زندگی میکنن. و خب اسفناک‌ترین خبری که من، یعنی ما خیلی خبرهای اسفناک میشنویم، ولی واقعا یه چیزی که آدم چندشش میگیره که اصلا این دنیا چجوری میتونه اینطوری باشه، اینه که خبر اومده که هفته پیش داعش یک پسر 7 ساله رو اعدام کرده. 7 ساله جلوی مادر پدرش که اصلا قش کردن تو این اعدام، اعدام توی ملای عام، به خاطر اینکه وقتی بچه داشت فوتبال بازی میکرد یه حرفی زد که خوششون نیومد علیه این جنایت آیسیس. میگه که بالاخره یه فوشی گفت به خلیفه‌شون، گفت به خلیفه‌مون فوش داده و باید بمیره به این خاطر. و این پسر واقعا بیگناه به اسم معاذ حسن که امیدوارم هیچ وقت اسمش رو فراموش نکنیم، واقعا خیلی خیلی ناراحت کننده است. بله. خبر بعدی هم خب همین مسئله پناهندگیه. خب آدم ها دارن از همین چیزا فرار میکنن دیگه، چه پناهنده هایی که از ایران یا افغانستان یا خب از سوریه دارن فرار میکنن. و یه مادری هست به نام امال الوادی و ایشون با شوهرش و دوتا از بچه‌هاش توی انگلیس زندگی می‌کنن تو شفیلد، و یه ویدیویی درست کرده به عنوان یه پیام به دولت انگلیس، به خاطر اینکه دوتا بچه دیگه داره، ولی به خاطر اینکه اونو الان یکیشون 19 سال است در جنگل کاله است و یکیش هم در ترکیه است، دختر 20 ساله نمیتونه با اینا باشه به خاطر اینکه اینا بزرگسال محسوب میشن الان. و بهشون تو ویدیو به دولت انگلیس گفته که من اینا رو نیاز دارم، اینا بچهای منن. و این جزء یه کمپین صلیب سرخه برای اینکه خانواده‌ای که از اینجوری پاشونه شدن از هم جدا شدن رو بیاره پیش هم. یکی از نتایج آوارگی مردم سوریه و کسایی که پناهنده میشن و از دست جنایت اسلامی دارن در میرن و تلاش میکنن یه زندگی خودشون بتونن حفظ کنن و امن باشن و خانواده‌هاشون رو سعی میکنن فرار بدن، یکیش جدا شدن و پراکنده شدن خانواده هاست. و به خصوص خیلی از بچه ها، ما تو برنامه قبلمون هم در رابطه با جدایی بچه ها از خانواده‌هاشون صحبت کردیم. و این چیزیه که به نظر من دنیا باید بهش توجه بکنه و بعد خواسته دنیا باشه که از حقوق پناهندگی مهمترین خواست بشری امروز به رسمیت شناختن حق پناهندگی و امنیت مردمی که از تو سرزمانهایی که جنایت اسلامی توش حکومت میکنه. و خب یه Save the Children، سازمان نجات کودکان، یک ویدیوی خیلی جالبی درست کرده، دختر انگلیسی رو کرده پناهنده که داره سعی میکنه فرار کنه به فرانسه، و هر 30 ثانیه یه روز از زندگی این فرار این دختره. و واقعا نشون دهنده واقعا ترس و زندگی اسفبار این کودکانه. و خب توضیح میده که سازمان ملل گفته که هر روز از سپتامبر سال پیش 2 تا بچه پناهنده غرق شده و مرده در این مدت. و این یادآور اون وضعیت بچه ها و کودکان پناهنده. این کار خیلی خوبی کردن که سازمان دفاع از حقوق کودکان و نجات کودکان انجام داده. ویدیو خیلی قشنگیه، ما پیشنهاد میکنیم که تمام بینندگان برنامه نان گل سرخ اینو ببینن. و این دلیچه رو باز کرده که مردم دنیا، کسایی که تجربه پناهنده شدن، آواره شدن ندارن، حس بکنن که چقدر اهمیت داره خودشون رو جای آواره ها و پناهنده ها بذارن و بتونن از حقوقشون دفاع بکنن. چند هفته پیش که در تالین استونیا بودم، مصاحبه‌ای داشتم با
امیلیا اریکسن از سازمان هومانیستای سوئد. و اول که باش آشنا شدم یه سخنرانی داشت در رابطه با حقوق کودکان و خودمختاری کودکان از والدینشون و در ضمن از مذهب والدینشون، و به نظرم مصاحبه جالبیه و یه نکات خیلی مهمی رو مطرح میکنه. حتما با ما باشید و این مصاحبه رو ببینید. Thank you for the interview. I wanted to ask you about something you were talking about at a recent Rationalist International conference, and that is the rights of children and their autonomy from their parents. Can you explain that a little? Yes. I work primarily with within the Humanist Association with children's right to religious freedom. And it's quite a delicate matter. Because there is this assumption that children are automatically given the religion or the philosophy of life that the parents have and the family has. And according to the Children's Rights Convention and according to the discourse on children's rights, which I think is the correct way of viewing the child, then the children has a say in the matter and shouldn't automatically be given the religion of the parents. You wouldn't say that, you know, this is a socialist child because the parents are socialists, or this is a liberal child because the parents are liberals. And the same should go for religion, although it's somewhat more complicated, but I think that should be how you view it. Why is it more complicated? Maybe I can ask you that first. Mm. Well, it is more complicated because for a lot of people, religion is such a personal, intrinsic part of your... it's almost like a part of your DNA, which I can understand, that if you can't pass that on to your children, it's like not passing on a piece of yourself. And perhaps a political standpoint isn't necessarily as much part of your being. At least that's how I think a lot of people view it. Even the non-religious people has this, I don't know, this view of religion that it's something different from any other philosophy of life. Do you think it's not then a violation of the parents' religious freedoms not to be able to pass this on to their children? I think you should absolutely be able to pass your philosophy of life on in discussing what you believe in, but in respect of the child's right, it should be in a manner that is very clear on the fact that, well, this is my view, but I will love you no matter what you choose. As long as it's in that kind of a respectful environment, of course you should be able to pass your ideas on, but you should also allow the freedom to choose for your children. I suppose, I mean, it is this perspective that children belong, in a sense, are sort of property of their parents to an extent. I know things have moved on in some societies at least, but with regards to women, for example, but with children, I think it's still very much there, isn't it? Yeah, I would say it's the same in almost all societies, that there's this parental right. It's like the parent's right to the child, but with a child's perspective or a children's rights perspective, it is really the child's right to its parents. I mean, a child should be with its parents if the parents are treating them well. The child shouldn't be with the parent regardless of how they are treated, you know. They have right to be treated well and respectfully, regardless if it's the parents or if it's in school or any other adults that they meet. I mean, what would you say are some of the key things that need to be done in order to respect children's rights to belief, to autonomy, and so on and so forth? What are the four or five main things that are necessary? I think we should have a school for children that is providing an environment that is diverse, where children get to meet kids from other cultures with different backgrounds, where children are taught critical thinking. Because if you at least give kids that,
they have a bigger chance to be able to form their own opinion and perhaps criticize their parents' beliefs if they want to. Then they're equipped. So that's one major thing. And then of course, respecting the Children's Rights Convention, and to view it as the child's right, and not as a way to strengthen parental control. Yeah. About the convention, if you know, have most countries signed the convention? What are the ways to strengthen that sort of the implementation of the convention? Mm. Yeah, I think all countries now except the U.S. But the thing with international law is that it's really a work of conventions are compromises. In order to get a lot of states to sign on to a convention, you need to compromise. So a way to strengthen convention is to I guess not allow compromises, not allow people to sign on to it if they don't want to follow it. But then again, if not a lot of states sign on, what does it matter? So international law is really tricky that way. But I think you should have respect for the child's right. I think the only way to strengthen that is to be brave enough to talk about it and debate it and question whenever the child's rights are violated. I mean, what would you say to parents, just let's say parents in Iran or even in Europe, but also in the Middle East, North Africa, people who are watching this program possibly, what are some of the things they can do despite the outside environment, which may be very anti-child, anti-human? What are some of the things that parents can do in order to ensure that the child's right is respected well? Well, I think key is to have a home environment that is open and that is welcoming to different ideas. And parents need to show that it's okay to criticize me, like I can handle it. It's okay to tell me what you think, and I respect you for telling me what you think. If kids feel that honesty and feel that welcoming environment from parents, I think they will be equipped to handle the outside world much better. So if children grow up in a home where they feel loved, no matter if they choose the path of their parents or not, I think that's the best gift parents can give their children. What do you say to people who say, well, we all grew up as labeled as religious children and we turned out okay? I mean, is it really that serious of an issue that needs to be worked on and campaigned on? Well, yeah, if you take children's rights to religious freedom seriously, then yes. And it's easy to say that in retrospect or whatever, there are a lot of people growing up that doesn't come forward and doesn't say that, you know, I wish I had a choice. If you're indoctrinated, do you really know what could have been? Do you have the critical thinking in place to even question the beliefs that someone gave you, basically? Why are you in this line of work? What interested you in this, in children's rights issues? Why I'm in... Yeah, did something interest you in particular that made you take this avenue of work? Yeah, because I believe that Article 14 of the Children's Rights Convention is the weakest one in the convention, because most states have reservations against it, which makes it pretty weak. And it's also the article in the convention that even secularists question. That they don't really want to touch, because what if you offend someone? I don't want to offend anyone. And so I think that sparked my interest. Like, if I'm going to work with children's rights, I want to work with a right that is really difficult to work with, and that it's really
in debates, it's still in the dark ages, really, and you need to help it. So that's really what made me want to work on it. Great, thank you very much. Thank you. امیدوارم از مصاحبه امیلی اریکسون خوشتون اومده باشه. به نظرم واقعا نکات خیلی مهمی رو مطرح میکنه و چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که ما همیشه در رابطه با حقوق والدین صحبت میشه، حقوقی که اونا دارن برای اینکه بچه‌شون رو بتونن طوری که دوست دارن بزرگ کنن. بالاخره این حق والدینه و اینکه از این زاویه نگاه کردن که حق کودک اینه که والدینی داشته باشه که بهش احترام میذاره و مراقبت میکنه ازش و اونم اون از اون زاویه به نظرم کم دیده میشه این مسئله. آره، از منظر و از نگاه کودک نگاه کردن به نظر من مهمه و خیلی جاها وقتی نگاه میکنیم در رابطه با رابطه مذهب و حقوق زنان به رسمیت شناخته شده که اکثر مذاهب نسبت به زنان تبعیض قائل میشن و خواسته های خیلی مشخصی در رابطه با برابری زن و مرد و حقوق زنان، دفاع از حقوق زنان وجود داره. وقتی برای شما همین رو سایه‌اش رو برمی‌دارید در رابطه با حقوق کودک نگاه میکنید، میبینید به همون شدت و حدت و همون قدرت نیست، خیلی کمتر در این مورد کار شده و امیلیا اینو خیلی قشنگ مطرح میکنه. شما میتونید توی حتی توی کشورهای اروپا هم که نگاه میکنین، اونجایی که حقوق کودک خوب به رسمیت شناخته شده، فرض کنین دفاع از حقوق کودک در انگلیس یا سوئد، هنوز که هنوزه نقش حق پدر و مادر بر کودک وجود داره، یه رگه ای که وجود داره و این عوض نشده. نظر من باید دنیا و قوانین باید از زاویه کودکان نوشته شده باشه و به خصوص وقتی که در نظر میگیریم که کودکان واقعا خیلی اوقات خب انقدر امکانه این که بتونن برای خودشون صحبت کنن، از حق و حقوق خودشون دفاع کنن، خب خیلی کمتره این امکاناتی که دارن. به همین دلیل اون قوانین و اون نگاه از زاویه کودک 100 برابر مهمتره، به خاطر اینکه یه آدم بزرگسال هر چقدر مشکل داشته باشه بالاخره یک نوع خودمختاری رو تحت قوانین قائله براش، ولی برای کودک اینطور نیست به طور خیلی زیادی. به هر حال نظرات خودتون رو در رابطه با این مسئله برامون بنویسید، چون فکر کنم این نکاتی رو مطرح میکنین مصاحبه که کمک میکنه به فعالین حقوق کودک که یه نوع دیگری و حتی به یه طور خیلی عمیقی به این موضوع بپردازیم. فتوای احمقانه این هفته از سازمان از آقای خامنه ای نیست. آها نه از آقای خامنه ای نیست. اوکی، چون اونم از این فتواهای احمقانه میده. زیاد میده. اوکی. زیاد میده، ولی خب این دفعه گفتیم از یه احمق دیگه بگیریم. و این دفعه از ملتقا اهل الحدیثه و سازمان هوادار حدیث. سازمان، بله، اینا یه سازمان دارن، یه نفرشون کافی نیست، یه سازمان با هم جمع شدن که هی فتوا بدن و اینا گفتن که شکلک‌های اینترنتی حرامه. حرامه؟ حرامه. چرا نداره؟ وقتی اینا میگن حرامه باید بگی حتما چشم. ولی خب اگر که چراشو اگر توضیحشو بشنوین دیگه 100% خودتون مطمئن میشین که چرا حرامه. انقدر خوب توضیح میده که واقعا باید اینو خوند، چون هیچکی نمیتونه با عقل مثلا عقل بشر امروزه عقل سالم نوشته که گفتن که این شکلک ها حرامن به خاطر اینکه دارن موجودات الله رو دارن تقلید میکنن و چون عکس الله منظورش خداست. آره، خب نه خودشون گفتن الله از کریچر و گفتن چون عکس صورته و صورت چیزیه که یک عکس واقعی رو تشکیل میده، پس شکلک‌های اینترنتی که نماینده صورتان که احساسات رو نشون میدن، پس اینا همه اگر روی هم بذاریم حرامشون میکنه. اینجوری گذاشتن رو هم دیدن که واه.
حرامه. حرامه. پس بهتر آدم نپرسه چرا، برای اینکه خوشحالی، ناراحتی روی کامپیوترتون یا روی تلفناتون به هم مسیج میدین انجام ندید. نکنین، حرامه. حرفای احمقانه. لحظه ای از زندگی این هفته از یک زندانی بهائی به اسم فریبا کمال آبادی. ایشون به 20 سال محکوم شدن به زندان به خاطر اینکه بهائیان، 8 سال الان زندان بودن و وقتی که دخترشون داشت ازدواج میکرد اجازه رفتن به عروسی دخترشون نداشتن و خب الان 8 روز چند روزه که اجازه دادن که مرخصی دارن که فکر کنم برن نوه‌شون رو ببینن. و خیلی در این یه ویدیویی هست از یه جشنی برای همین خانم فریبا که دارن جشن میگیرن که این چند روز آزاده و یکی از زندانیان سیاسی سابق که باهاش همبند بوده داره توضیح میده که وقتی تو زندان بودن به خاطر اینکه نمیتونست بره عروسی دخترش، یه عروسی توی زندان برگزار کردن. یکی از زندانیان شد شوهره داماده، یکی شد دخترش. بعد توی روزنامه چیزایی که تو بند داشتن هدیه درست کردن، مثل یه چنگال و نمیدونم یه تیک نون و اونجا جشن گرفتن. چقدر قشنگ این ابراز همبستگی و همدردی بین زندانیان سیاسی که مذهب، عقیده، ایدولوژی، تفاوت‌هایی رو که جمهوری اسلامی و جنت مذهبی سعی میکنن بین مردم به وجود بیارن، اینا رو کنار گذاشتن و همبستگی و این لحظه زیبا رو با هم نشون میده در مخالفت با جوهر ضد انسانی جمهوری اسلامی. جوهر مثل تیپ انجمن حجتیه که جوهرش تماش به علیه بهایی و بهایی و کسایی که متفاوت نسبتشون به اسلامی ها فهم میکنن و مردم چطوری از فرای این تفاوت های ظاهری و علکی با هم همبستگی میکنن و زیباست. یادمون نباید بره که خانم فریبا کمال آبادی باید هنوز 12 سال دیگه بره زندان به خاطر اینکه چرا؟ به خاطر اینکه بهایی واقعا وضعیت اسفناکیه برای بهاییان اون کشور و خب مسلمان برای خیلی های دیگه. به هر حال امیدوارم از این برنامه، از موضوعاتی که مطرح کردیم براتون جالب بوده، خوشتون اومده باشه. حتما با همون تماس بگیرین، خیلی خوشحال میشین وقتی تماساتون رو میگیرین، به دستمون میرسه. و تا هفته آینده امیدوارم روزها و شبهای خیلی خوبی داشته باشین. تا اون موقع بای. Goodbye. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. We've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe.
You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.